من فکر میکنم که این دلیلی که مردم پذیرفتن ساختار جمهوری اسلامی رو، با اینکه میدونن که در ساختار جمهوری اسلامی به ابتدایی ترین چیزایی که میخوان نمیرسه، همون چیزایی که اشاره کرده، اینه که جمهوری اسلامی خیلی خوب موفق شده که تاریخ رو از ابتدای استقرار حکومت خودش بنویسه. یعنی بگه که از ابتدا خب این چیزا بوده، یعنی از ابتدا حجاب اجباری بوده، از ابتدا حق معاشرت بین دختر و پسر نبوده، حق شما حق انتخاب واسه چیزی که میخوای بخوری رو نداشتی، و شما اگه میخواین به چیزی هم برسین باید تو همین ساختار برسین و بیرون از این ساختار اصلا چیزی وجود نداره. من یه نکته جالبی رو بگم، یه اتفاقی چند سال پیش افتاد که خیلی سر و صدا کرد و اونم برهنه شدن خانم گلشیفته فرهانی بود. خیلی جالبه که هم کسانی که با این قضیه مخالف بودن هم کسانی که با این قضیه موافق بودن، هر دو طرف میگفتن که تابو شکنی اتفاق افتاده و نمیگفتن این تابو شکنی یعنی چی، یعنی در جامعه ایرانی تابو شکنی اتفاق افتاده یا در ساختار جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. نکته اساسی اینه که هیچ کدوم به این اشاره نمیکردن که پیش از انقلاب اصلا برهنه شدن بازیگر، یعنی یه آرتیست یا بازیگر، چیز عجیبی نبود. یعنی تو سینما ایران بوده. ما حتی پیش از انقلاب مجله پلی بوی ایرانی داشتیم و اصلا چیز اصلا دغدغه نبوده، اصلا دغدغه بخش از جامعه نبوده که بخواد نسبت به چنین چیزی واکنش نشون بده. اما چون تاریخ از ابتدای جمهوری اسلامی نوشته شده و از ابتدای جمهوری اسلامی چنین چیزی تابو بوده، پس حالا یه نفر اگه اومده چنین کاری کرده تابو شکنی و باید بشینیم سر این بحث کنیم که آخه این کار درسته یا این کار درست نیست. یعنی جمهوری اسلامی به خوبی موفق شده ایده ها نظریاتش رو چنان در جامعه جا بندازه که انگار جامعه ایرانی از ابتدا جامعه جمهوری اسلامی ایران بوده و به خاطر همین همه، یعنی تو بخش سیاسی هم همه دنبال آدم هایی هستند که پرورش یافته جمهوری اسلامی، حالا کاری نداریم که خارج از ساختار جمهوری اسلامی خیلی آدم مهم فعال سیاسی نداریم، اما همه نگاهشون معطوف به جمهوری اسلامی و به نظر این بزرگترین موفقیت جمهوری اسلامی بوده و بزرگترین شکست جامعه ایرانی.